با سلام درود احترام خدمت هموطنم در جای جای ایران و دنیا. خدمت شما الان ساعت 4:15 روز یکشنبه است. بحث آذربایجان خیلی بحث داغی است، اما همه این حرفا سر دعوا سر لافت ملاست. من اینو چند سال پیش گفتم، من راجع بحث مواد مخدر و اینها صحبت کردم، ولی باز هم برای جوانهای جدید، جوانهایی که تازه بودن توی کانال و افراد جدیدی که هستن صحبت خواهم کرد که بحث مواد مخدر هست. و بندر عباس یک آقای بود بچه کرمانشاه، این تصادف کرد و قبلش تصادف کرده بود و خواسته 5 نفر کشته شده بودن. بعد این خوزندار رفت بعد با دیه پرداخت میکرد، مرخصی که نه سند گذاشت اومد بیرون. برای اولین بار رفت از زاهدان مواد مخدر بیاره، کسی پیدا شد که آقا تو بیاد بده کاری، برو مواد مخدر بیار و از طریق بندر عباس هم بیا که شک بهت نکنند. بعد این خلاصه این کار کرد و ولی گرفتنش، اون ورودی شهر روزان گرفتنش. و قاضیش قاضی مرتضوی بود، یه مرتضوی بود که آخون بود. حکم سنگینی به این داد، حکم سنگینی به داد، بوده مثلا 12 تا 15 سال به این حبس داد. بعدشون آقای قاضی، آقای مرتضوی، کسی زیاد این بودن که مواد مثلا بردن و پوشون دیگه حتی اکثر 7 سال بوده. گفت نه اشتباه نکن، این بازار خراب کرده. یعنی چی؟ گوی مردی که رفته اومده از کرمانشاه رفته زاهدان مواد داده، موادی باید کیلو 40 تومن 50 تومن ببره، کیلو 20 تومن آقا گرفته، بازار خراب کرده و باید تنبیه بشه. و جدی هم میگفت بازار خراب کرده، بازار حمل تریاک به کرمانشاه و جای دیگر خراب کرده. الان حکومت حزب الله و امثال هم اینا همشون ندارن مالی، ما میدونیم که در بدترین شرایط قرار دارن. اینا بازار رو خراب کردن که این اتفاق افتاد. حالا خدمتتون عرض میکنم، اون جاده معروفی در 15 کیلومتری هرچی هست، همه میدونن که اونجا چندین سال مواد مخدر رد میکردن. اما اشکال کار اینجاست که اینا اخیرا بازار رو خراب کردن، قیمت رو خیلی ارزون میدن. ببینید دوستان، یک گذرا میگم رد میشم و بعد میرسم به مسئله روز امروز. مواد مخدری ها که وقتی مواد مخدر میره توضیح میکنن، اینها مواد مخدر از سیگار شروع میشه. 99% افراد دیگه معتاد میشن سیگار شروع میکنن. سیگار سوبسید سنگینی داره واسه کارتر مواد مخدر، یعنی یک تریلی سیگار که مثلا از کارخونه میاد بیرون، این حد اکثر تا 120 کیلومتر توجیه اقتصادی داره، چون وزن سیگار سبکه. یک مثلا تری 24 تن 3 تن 4 تن سیگار میزنه، ولی باید کرایه 24 تن رو بده. در نتیجه مواد مخدری ها، کارتل مواد مخدر هزینه یه سوبسید میدن، از فلان کشور میرسونن مثلا به بندر عباس و برادر دیگه و جای دیگه میرسونن، بعد از اونجا توزیع میکنند تا مردم سیگار بکشن و تعداد زیاد سیگاری تر بشن، به قول معروف بیشتر سیگاری زیادتر بشن، که الان به روز 16 میلیارد نخ سیگار در دنیا رسیده. خب این آقایی که کارتلی که میره سرمایه‌گذاری میکنه این قصه و هزینه اینا رو میده، هزینه ترانسپورتی رو میده، همه کاراش رو میکنه، هزینه توزیعش میده، این برای مواد مخدر خوش قیمت تعیین میکنه. مثال میزنیم، مثلا اگه نمیدونم، مثلا لولی مثلا 1000 تومان تریاک مثلا، خب اینا میان الان لولی 300 400 تومان میفروشن چون پول نیاز دارن و بازار خراب میکنن و ضرر میکنن، اونها بیکار نمیشینن، در تمام کشورها هم دست دارن، شک نکنید. این قصه با کارتل مواد مخدر در تمام دنیا نیرو دارن و در درآمد این حتی خود دولت هم شریک هستن، اگر بگن نه دروغ گفتن. در نتیجه پس علت این است که الان که همه اینا میپرن به آخوندها، جمهوری ننگ و شرم دنیا، به خاطر اینکه مواد مخدر دارن ارزون میدن. آمدن اون راه رو بستن، اونجا رو بستن، اینجا رو کار کردن، اونجا رو کار کردن که کارتل مواد مخدر بشه ضرر نکنن و باید این نظام رو بقول خودشون تنبیه کنن که از این غلط دیگه نکنن.
ولی اینها میگه آنچه شیران را کنه رو به مزاج، احتیاج است احتیاج است احتیاج، اینا باشون فرق نمی کنه. ولی خب اونها هم بیکار نمیشینن. پس تمام بحث این روزها سر این قصه است که اینها بازار مواد مخدر رو خراب کردن و سلام تمام دیگه. از اول تا آخرش گرفتین چی گفتم، اون جاده اینجوری بوده اونجوری بوده، شبخانه میاد از دفاع میکنه دیگه، هناتون رنگی نداره بچه، دست شما رو شده است. کسی که نفت مملکتش رو مثلا بشکه پس 30 دلار میده 7 دلار 8 دلار به خودش و مملکت رحم نمیکنه دیگه، شما کاسمان پر جای خود دارید. و اینا همینن، اینا الان مخدر که از گرفتن سر مرزها گرفتن، از این وزوار رو زدن، هر کاری کردن، حالا دارن میخوان بفروشن. پول نیاز دارن، پول نیاز دارن، حراج کردن زدن سیم آخر. و یه عده زیادی هم که هستن که میخرن، یه عده زیادی هستن که نمیخرن، نه ترس کار مخدر. این کل قصه. اما خب خبرهای متنوع زیادی دارم براتون، جالبه. از میانگین دستمزد ماهانه شروع کنیم، چیز بدی نیست شروع کنیم. در میانگین دستمزد ماهانه شهروند 160 کشور جهان به دلار آمریکا. رفرنس صندوق پول بین الملل آوریل 2021. سوئیس 6000 تا، حالا من خوردهشو نمیگم. همینجور میاد میاد پایین و تا میرسه مثلا به برفرض آلمان 2800 تا، فنلاند 2800 تا، امارات 2700 تا، گرینلند 2700 تا، ژاپن 2700 تا و میاد پایین تا میرسه به فلسطین. فلسطین 2500 تا، فرانسه 2400 تا، اتریش 2400 تا، کره جنوبی 2300 تا، میاد 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 تا عمان 1700 تا، کویت 1800 تا، آنگولا 1600 تا، اینا جالبه. عربستان 1600 تا، اسپانیا 1500 تا، واتیکان 1500 تا، بحرین 1400 تا، 1500 تا دیگه. بعد میاد به آفریقای جنوبی میرسه. آفریقای جنوبی 1359 تا، مالت 1332 تا. میایم پایین‌تر، میایم پایین‌تر، میرسیم به کشوری که دلار خود مثلا میایم دیگه تا ارمنستان 340 تا، قنا 335 تا، گویان 326 تا، اندونزی 200 تا، فیلیپین 300 تا، یمن 265 تا، ازبکستان 201 تا، پاکستان 225 تا، مصر 225 تا، 222 تا. بعد میبینید اینجا نتیجه گیری میکنه. ایران 160مین کشور دنیا داره صندوق بین پول و جایگاه 160 رو داره با 75 دلار. پس از گامبیا و حتی افغانستان که در 139 هستن، جالب است که بورکینافاسو هم از ایران بالاتر است و همچنین بنگلادش که کشوری بسیار فقیر بوده است، رتبه لیبی هم که کشوری یک برازده است از ایران بالاتر است و حتی عراق جنگزه و هم نسبت به ایران جایگاه رفیعی دارد. آقای رئیسی گوش کن اینا رو، گوش کن خوب، گوش کن خوب، گوش کن، هرچند درک نمی کنی ولی خوب گوش کن. از عجایب روزگار این است که ایران کشور ثروتمند و پر از منافع بوده که از این منابع همه سود میبرند جز مردم ایران. جز هشت که ایران هشت برابر تمام کشور دنیا درآمد نفتی، گازی و منابع زیرزمینی داره و معادن و امثال هم. از عجایب روزگار این است که ایران هشت کشور، ایران کشوری ثروتمند پر از منابع بوده که از این منابع همه سود میبرند به جز ایران. پس از 43 سال ایران از هشتمین اقتصاد جهان، خوب دقیقا از هشتمین اقتصاد جهان و ششمین کشور جهان از لحاظ رفاه اجتماعی به قعر جدول و مقامی که در حد کشور آفریقایی مستحق کمک رسیده است. خب این یک آماره که دیگه خود بانک جهانی داده. داعش مسئولیت حمله مسجد شیعان قندهار افغانستان رو به عهده گرفت. خب ایش طبیعیه. گروه داعش مسئولیت حمله مسجد شیعان قندهار در افغانستان رو به عهده گرفته است. در این حمله بیش از 40 نفر نمازگزاران از اقلیت شیعه در یک شهر کشته شدن که دیگه براش من نمیگم. پلیس بریتانیا این تروری که سب نماینده مرکز دادن، خود پلیس بریتانیا گفته حمله به نماینده پارلمان تروریستی است. لیس پلیس بریتانیا همچنین حمله مسلحانه با چاقو به دیوید امس همچنین اسمی نماینده محافظه کار در پارلمان کشور تروریستی اعلام کرد. این نماینده پارلمان روز جمعه در این شرکت در جلسات در حوزه انتخابیش با چند ضربه چاقو کشته شد.
پلیس متروپولیتن هم چیزی گفته انگیزه قتل به بالقوه این قتل را با اسلامگران افراطی مرتبط میکند. خب آقای شمخانی هم که با آقای الهام علیوف توصیه کرده، حالا خوب گوش کنید کی به کی چی میگه. دیگ بی دیگ روسیات مراقب دامهای پرهزینه شیاطین باشید. علی شامخانی دبیر شامخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در توییتر به اظهارات الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان که ادعا کرده بود ایران به مدت 30 سال از طریق ارمنستان به اروپا مواد مخدر قاچاق کرده واکنش داده است. آقای شامخانی در توییتی به 4 زبان فارسی، انگلیسی، عبری و عربی نوشته بی‌توجهی به اصول و الزامات همسایگی و بیان اظهارات کز و غیرصادقانه نشانه حسنیت و تدبیر نیست. آقای علیوف روز گذشته گفته ایران و ارمنستان در یک توطئه بین‌المللی از مرزی که تا پیش از جنگ اخیر قره‌باغ داشتند برای ارسال مواد مخدر به اروپا استفاده می‌کردند و آقای علیوف شواهد بیشتری برای این ادعای خود ارائه نکرد. بگذاریم. تهدید نشریه هفتگی داعش. شیعیان از بغداد تا خراسان. شیعیان از بغداد تا خراسان در امان نخواهند بود. گروه داعش بار دیگر در جریان تبلیغات مذهبی شیعیان را خطرناک توصیف کرده و آنها را تهدید کرد که از بغداد تا خراسان هدف قرار خواهند گرفت. در سر مقاله تاسم شماره نشریه هفتگی النبا که توسط کانال تلگرام این گروه منتشر می شود تاکید شده که اعضای این گروه به اماکن نیایش و مراکز شیعیان در نیز حمله خواهند کرد. مبارکتون باشه ان شاء الله. خب یک آمار دیگه هم بگم. بعض آمار بانک جهانی. نماینده مجلس ایران انتظار برای خانه‌دار شدن به 178 سال افزایش یافته. ولی بی معرفت نگفت 178 سال بعد چند شنبه است، چه جوری، چه ساعتی، کجا برند. سخنگوی کمیسیون اوران مجلس ایران میگوید دوره انتظار برای خانه‌دار شدن دهک اول به 178 سال افزایش یافته و گرانی‌های افسار گسیخته کمر مردم را شکسته است. به گزارش تسلیم عبدالجلال ایری گفته گفته بر اساس گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر مربع خرید خانه در تهران 30 میلیون تومان 30 میلیون و 70 هزار تومان بوده و خرید یک خانه 75 متری حدودا 2 میلیارد و 300 میلیون تومان در تهران خواهد بود. لذا با درآمد کنی اقشار متوسط جامعه و هزینه های سرسام‌آور زندگی خانه دار شدن به رویا تبدیل شده است. او گفته برای خرید یک ملک با یک واحد 75 متری آپارتمان مدت انتظار دهک اول 178 سال، دهک دوم و سوم به ترتیب 109 سال و 79 سال رسیده است. آقای ایری درباره سهم هزینه تامین مسکن از درآمد گفته بر اساس آمارها رسمی سهم هزینه تامین مسکن در روستاها 18% و در شهرهای حدود 36% و آسانهای بزرگ 41% و در کلان شهرهای این رقم 60% است. خب مبارک انشاءالله. عمر طولانی خدا بهتون بده، برسد بهتون بده و جوری باشه که از این حرف ها. خب دو تا خبر دیگرم بهتون بخونم. جالبه، خیلی بامزده است. چیزی نیست دیگه، 79 سال 78 سال خواسته چشم به هم بزنید گذشته. بله، شرکت هواپیمایی 75 ساله آلیتالیا پس از سالها ضرر مالی برای همیشه زمینگیر شد و امشب آخرین پروازش را انجام داد. یکی از پروازش خیلی خوب بود. شرکت آلیتالیا در سال 1340 میلاد تأسیس شد. در این مدت خلاصه آخر خلاصه این هم آلیتالیا هم رفت کم کم بقید دست شرکت دیگه. خب من اشاره به زودی کلیپ راجع به بحث کرونا مطالبی که میگن که خودشون نوشتن، من نمیگم، من نیستم، من از نقل قول میکنم از اونها. ایامتون بکنم. پس همه دعوا سر رفت مولا و آذربایجان و اصال هم، ولی خب اینها ندارن، مشکل دارن و زدن به سیم آخر و حراج میکنن تا بینیم به کجا میرسن. ایام بکنم، بزگاه خوش.